سلام و سراچه خوش آمدین. مهمان امشب ما رکورد بیشترین گزارش تیم ملی فوتبال در افغانستان را دارد. مجری برنامه های تلویزیونی و برنامه های ورزشی و همکار با شخصیت فعال و زنده امان‌الله قیصری. بفرمایید قیصری صاحب. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. حال شما خوب است؟ شما خوب هستید؟ بفرمایید. بفرمایید صاحب. بسیار تشکر. من بسیار خوشحال هستم که امشب با قیصری صاحب گفتگو دارم. سلامت باشین. سلام به شما. سلام به بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم. امان‌الله قیصری فکر کنم نیاز به معرفی نداره، اما میخواین از کجا شروع کنین؟ چیزی بگوین. شما لطف دارین از کجا شروع کنم؟ من میخوام که شخصی ترین گفت را بزنین، اما این یک خط داره، همیشه به اختیار میمان من باشم. میتونیم از بعد تولد شروع کنیم اگر موافق باشی. من متولد قیصار هستم. 35 سال پیش قیصار فاریاب به دنیا آمدم. 6 ماهه بودیم که ایران رفتیم به دلیل مشکلات داخلی، جنگ های داخلی متاسفانه مهاجر شدیم و دوران کودکی من و نوجوانی من در ایران سپری شد و دانشگاه هم در ایران به پایان رساندم سال 86. و نکته جالب این است که رشته‌ای که من درس خواندم هیچ ربطی به کار رسانه نداره. من زراعت خواندم. خیلی خوب. اتفاقی پیش آمد یا انتخاب کرده بودین؟ شرایط بود؟ چند رشته انتخاب کرده بودم که در رشته زراعت و اصلاح نباتات کامیاب شدم، ولی خوشحال هستم از اینکه درس خواندم، دانشگاه رفتم. درست. علاقه تون چی بود؟ چی انتخاب اولتون چی بود؟ انتخاب اولم رشته طب بود. طب بود. بله. می‌خواستن دکتر شوین. پدرم می‌خواست دکتر شوم. پدرم می‌خواست دکتر شوم. این اتفاقی که برای 90% یا شاید بیشتر افغان‌ها میفته، شاید در دنیای دیگه هم باشه. ولی اگر علاقه خودم می بود، من دوست داشتم ادبیات بخونم. ادبیات. بله. ما دکلمه شما رو شنیدیم. سلام. اتفاقا صداتون خیلی خوب است. من نمی‌فهمم از کجا، از چه چیزیتون بگویم، چهره تون بسیار خوب میشینه. خب دوستا، با گزارشگریتان، با اجرایتان، با فعالیت‌های رسانه‌ایتان بلد هستن، اما اوایل مهم است بگوین کار رسانه‌ای چطور شروع شد؟ سال 87 من به افغانستان برگشتم. خانواده ما تقریبا یک 4-5 سال زودتر آمده بود. سال 87 من برگشتم و در ریاست زراعت هرات شروع به کار کردم. یک مدت کوتاهی هم به صورت قراردادی در ریاست انکشاف دهات هرات کار کردم. خب خب، یعنی موضوعاتی که مرتبط بود با رشته تحصیلی. درست. و سال 88 کار رسانه‌ای را آغاز کردم به صورت نیمه وقت در تلویزیون‌های محلی هرات. با تلویزیون تابان آغاز کردم و در ادامه در تلویزیون میهن هرات که متاسفانه در حال حاضر فعالیتی هم نداره کار رسانه‌ای را ادامه دادم. و اولین گزارش فوتبالی که داشتم سال 89 بود. 1389. 1389. 11 سال قبل. بله. از امروز. در سنبله 89. شش سنبله 89 ساعت 9 شب. واه. بازی منچستر یونایتد و وست هام بود که 3-0 منچستر برد. شما منچستری هستید؟ بله، من منچستری هستم. من خب فوتبال را، پدرم اصلا علاقه‌مند فوتبال نبود. خب مثل تاثیر داشت بر شما؟ خیلی از پدرهایی که علاقه‌مند ورزش نبودن نسل گذشته ما، فکر میکنم خیلی به ورزش علاقه‌مند نبودن و ارتباطی با ورزش نداشتند. فضای ایران یک فضای کاملا فوتبالی بود. خب. و من از جام جهانی 1994 تقریبا 8 ساله بودم که علاقه‌مند فوتبال شدم، با توجه به فضایی که در ایران بود. و کم و بیش مسابقات فوتبال را دنبال میکردم. من یادم است جام جهانی 1994 فاینل مسابقات که بین برزیل بود و ایتالیا، به وقت ایران مسابقه ساعت 11 شب شروع میشد و میزبانم کشور آمریکا بود. ساعت 11 شب که مسابقه شروع شد، حالا به هر شکلی که بود، من تا 11 شب بیدار بودم و میخواستم مسابقه رو تماشا کنم. روشن بود، ولی همین که ویسل زده شد تلویزیون ما خاموش شد. و پدرم اجازه نداد که من فوتبال رو تماشا کنم. ولی به صورت حرفه‌ای‌تر از جام جهانی 98 فرانسه و در ادامه سال 1999، 22 سال قبل، با فاینل لیگ قهرمانان من شدیداً علاقه‌مند فوتبال شدم. بازی منچستر یونایتد و بایر مونیخ که در بارسلونا برگزار می‌شد و بایر مونیخ تا دقایق پایانی 1-0 پیش بود، ولی دو گل
در دقایق آخر در لحظات پایانی منچستر یونایتد زد و قهرمان شد و خیلی تیم خوبی بود، تیم پرمهره‌ای بود. شمایکل، پول سکولز، رایان گیگز، دیوید بکام، اشلی کول، دوایت یورک، اندی کول و خیلی های دیگری در ترکیب این تیم بودن که من علاقه‌مند فوتبال ساختن. خوب اشلی کول بازیکن چلسی بود، اجازه کنم. درست. خودتان هم فوتبال میکردین؟ امون سالای کودکی؟ بله، فوتبال بازی میکردم. خودتان فوتبال بازی میکردم؟ چند سال پیش هم فوتبال بازی میکردم و ما یک تیمی هم در موبی داریم، تیم فوتسال موبی گروپ که در مسابقه جام رسانه ها چندی قبل در روز خبرنگار ما سوم شدیم و من بهترین دروازه‌بان مسابقات شدم. نکته این است که کسی که مجری ورزشی میباشه خودش با ورزش چطور یک رابطه داره واقعا. ولی که میگین عشق ما فوتبال هم درست؟ بله، به نظرم عشقم فوتبال است و تو عاشق نباشی، حالا جدا از این که من عاشق فوتبال بودم، در کنارش عاشق کار رسانه هم هستم. به نظرم کار ما خیلی مشکل است. شما تجربهش دارین، شما هر روز سر کار دارین با کار رسانه و مسئولیت مدیریتی هم دارین. به نظرم تا عاشق نباشی نمیتونی در رسانه کار کنی و نمیتونی ادامه بدی و نمیتونی با کیفیت باشی و نمیتونی چیز خوب ارائه کنی، به خاطر اینکه تو باید آپدیت باشی، باید به روز باشی، باید بخوانی، یاد بگیری و باید طوری با بیننده ارتباط برقرار کنی که بتونی حداقل ماندگار باشی. درست. در ذهن مخاطب. درست. ما در مورد ورزش، ورزشکارا و تیم‌ها هم صحبتای دارم، سوالای هم دارم. اما اینجا که حالا در فعالیت رسانه‌ای هستیم، خودتان برنامه خودتان از کی می‌بینین؟ اولین بار دیدین، بعد از که می‌بینین نقد می‌کنین خودتان؟ برنامه خود در ادیت می‌بینم. یعنی برنامه ما ثبتی است. من خیلی علاقه‌مند برنامه لایف هستم. یعنی که برنامه اگر به صورت زنده باشه، به نظرم ارتباط بهتری می‌تونی با بیننده برقرار کنی، چون همه چیز در لحظه اتفاق می‌افته. بله، دقیقاً. و ولی برنامه ما ثبتی است. برنامه خود در ادیت می‌بینم. در ادیت می‌بینم. منظور این است که کسایی که مثل شما هستند، فیلسوفان چقدر مقبول است. خواهش میکنم، بفرمایید، خدمت شما هست. کسایی که با این دقت کار رسانه‌ای میکنن و با علاقه و عشق به مسلکی که دارن یا به رسانه، اونا باز لحظه ها هم خیلی دقت میکنن مثل که شما میگین. من منظورم این است که بیننده ها از شما تجربه ای که دارن یک برنامه همیشه جدی و زنده را تجربه دارن. شما قسم اجرا میکنین که لحظه ها را در نظر میگیرین برنامه، یا شاید هم ساختار برنامه قسمی نیست که قدر باز باشه شما اونجا بتونین تنفس آزاد بکنین. شما بیشتر پی در پی اجرا میکنین و پخته و پر اجرا میکنین. این دلیلش ساختار شخصیتی خود شما از درک کردین، چیزی نقد کردین، یا نه ساختار برنامه است قسمی یا مخاطبتون انتظار داره؟ هم ساختار برنامه است و من فکر میکنم من در برنامه خیلی خودم هستم. درست. یعنی من نگشتم پیدا کنم که الگوی شما کیست هستن. نه افتادم. اکت نمی کنم. یعنی چیزی هستم که هستم در برنامه. و فکر می کنم تنها جایی که من خیلی راحت هستم و خیلی راحت حرفای خودم می زنم و هیچ چیزی، هیچ نقابی روی صورتم نیست، برنامه است. و حتما الگو باید باشه. من فکر میکنم خیلی ها با کپی مخالف هستن. منتها من میگم چرا کپی نکنیم؟ به خاطر اینکه تمام برنامه هایی که در حال حاضر ساخته میشه، حتی در تلویزیون ما و شما، کپی است. بله، درست. یعنی یک الگوی خارجی ما داشتیم که این برنامه ها را حالا میسازیم، ولی کپی خوب بکنیم، کپی با کیفیت بکنیم. این نکته مهم است. ما بعضی وقتا نمیتونیم کپی با کیفیت بکنیم. در رابطه با الگو هم پرسیدید، من باز هم مجبور هستم که برگردم به ایران. یک برنامه تلویزیونی در ایران بود به نام 90، یک برنامه کاملا فوتبالی که ساعت 10:30 شب ایران شروع میشد و تا ساعت 2:30 یا 3 صبح برنامه ادامه پیدا میکرد و لایو بود. و شخصی که برنامه را اجرا میکرد عادل فردوسی پور بود، بهترین گزارشگر ورزشی ایران که حتما علاقمندان به فوتبال با نام او آشنا هستند. من برنامه‌هاش خیلی دقیق میدیدم، گزارش‌هایش خیلی دقیق میشنیدم و هیچ وقت ما متاسفانه نشد که همدیگر را ببینیم، ولی فکر میکنم که استاد خوبی بود برای ما در اجرا. سال 2011 هم 11 شخص تاثیرگذار کشور ایران شد. درست. و حتی حالا نمیخوایم راجع به مسائل سیاسی صحبت کنیم، ولی به دلایلی برنامه او را در سال 97 چون پرمخاطب ترین برنامه تلویزیونی ایران هم بود متوقف کردند. یعنی در بازه زمانی 3 تا 4 ساعت 3 تا 4 میلیون و حتی بیشتر پیام می آمد برای برنامه او و فوق العاده برنامه پر مخاطبی بود. و یکی از نکاتی که برنامه فردوسی پور و 90 را پر مخاطب کرده بود، فکر می کنم این بود که
بدون اینکه با خودش مصلحت کنه تمام گپ هایی که باید میزد را میزد، یعنی اینکه طرف هیچ جناحی نبود و مستقیم گپ های خودش را بدون هیچ نکته یا دیواری به مخاطب میرساند. درست درست. و او به شما کمک کرد که خیلی به من کمک کرد. درست درست. ولی در ادامه من کوشش کردم که خودم باشم، یعنی اینکه یک امان الله قیصری رو معرفی کنم با بیننده و مخاطب. همین میشه دیگه، هر کسی که بتونه دیگری رو پیدا کنه از طریق خودش پیدا میکنه. به نظر من سخت ترین ای است که کسی نتونه اصلا الگویی پیدا کنه تا از طریق خودش باشه. از اول خیلی سخت باشه شاید کسی بتونه خودش باشه. درست دقیق است، باید یک الگو حتما داشته باشی. و در بین گزارشگران انگلیسی زبان هم مارتین تیلور خیلی مرا کمک کرد. فوق العاده گزارشگر خوبی است، نزدیک به 80 سالگی هست در حال حاضر و هنوز گزارش میکنه. گزارش میکنه و صدای فوق العاده خوبی داره. درست درست. من صدای شما را خیلی دوست دارم. شما سلامت باشید. خب نوبت وقفه است. پس از یک وقفه کوتاه ادامه میدیم و پرسش های باقی را می‌دارم. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. من یک نکته بگم. بفرمایید. من گفتم پدرم اصلا علاقه‌مند فوتبال و ورزش نبود. سوال من دقیق نمی است که حمایت خانوادگی داشتین یا نه. دوست پدرم و مادرم هستم و پدرم همیشه کمک کرده و همیشه پشتیبان من بوده و هر چی دارم از پدرم دارم. اجازه داد که ما درس بخونیم، اجازه داد که ما تحصیل کنیم، چون در ایران اغلب مهاجرینی که رفتن فرزندانشان درس نخواندن. بله. ولی پدرم آدم باسوادی هم نیست که بگم خیلی باسواد هست، ولی آدم روشن فکری هست. درست. حالا نیاز نیست که تو حتما تحصیل کرده باشی و روشن فکر درست. باشی درست. پدرم آدم روشن فکری هست و اجازه داد که ما تحصیل کنیم، درس بخونیم، فضای پیشرفت را برای ما مهیا کرد و همیشه دستبوسش هستم. و حالا علاقه‌مند ورزش و فوتبال هم شده، شاید شدن. دلیلش ما باشم. این خیلی خوب است. من می‌خواستم بفهمم که خب در این دو دهه در عرصه ورزش این قسم که وقتی منزل میکنین حتما باید حامی داشته باشین، بلکه حامیانه. بله. و حالا جدا از پدر و جدا از خانواده و دوستان، فکر میکنم مردم هم در این سالها یک اعتمادی به من میکنن و به حرفای ما باور کردن در طول دو سه سال گذشته حداقل. و یک اعتباری رو از مردم گرفتم که شاید متمایز شدم با سایر دوستان. با احترام به تمامی دوستان، و مردم هم حامی خوبی هستند. بله. همیشه حرفی که حق باشه و حرفی که درست باشه را اگر تو بتانی بگی و با صداقت مقابل مخاطب قرار بگیری، فکر میکنم مخاطب هم میتونه همراهت ارتباط برقرار کنه. من در رابطه با بخش ورزشی صحبت میکنم، با سایر بخش ها هیچ کاری ندارم. جدا تجربه کار رسانه‌ای در اینجا بر همکارای ما هست دیگه، در فرانسه و شاید هم در همه جهان حمایت مردمی. اجازه است استاد من در برنامه شما گریه نکنم؟ منم گریه میگیره باز. شما برنامه اجرا کردین که کسی گریه کنه؟ بله چندین بار. خب و برای مشکل است که بتونم خودم تحمل کنم. خب شما گریه میکنین؟ بله منم گریه میکنم. من آدم عاطفی هستم شدیداً. و کوشش میکنم خودم حفظ بکنم. اگر شما رو گریه گرفت پیش بگو من میرم طرف. نه من گریه نمیگیرم. من گریه های خود کردم اومدم. تشکر. خب ولی من عاطفی هستم. منم خیلی زود گریه میگیره. اگر هر وقت یه گریه تان آمد من بگوین میگریم با هم. خب برنامه خنده های خودم داره، حالی که نوبت خنده است هر وقت نوبت گریه آمد گریه میکنیم. من میخوایم کارتون با طلوع هم بپرسم، از کی با طلوع آغاز شد؟ سال 88 که من کار خود سال 88 شروع کردم. سال 89 اولین گزارش فوتبال خود کردم و سال 90 ما یک برنامه تلویزیونی و فوتبالی مشخص برای فوتبال داشتیم در هرات به نام 18 قدم. درست. که سال 91 بهترین برنامه تلویزیونی هرات هم شد. درست. برنامه ورزشی و کاملا تخصصی بود. حتی سال 2013 که تیم ما قهرمان جنوب آسیا شد، نه سال 2011 قبل از شروع مسابقات جنوب آسیا، از هرات من شماره آقای کارگر را پیدا کردم و یک تماس تلفنی با سرمربی وقت تیم ملی فوتبال داشتم. درست. یعنی که خیلی جدی از همان سالها به مقوله رسانه و ورزش می پرداختم. و همین جدی بودن در کار باعث شد که دوستان ما در کابل با فعالیت‌های ما بیشتر آشنا شوند. و سال 92 بهار 92 مشخصا سبر 92 من یک ورکشاپ بود از طرف ریاست زراعت آمدم
کابل و شرایط فراهم شد تا بتونم با مسئولین طلوع ببینم و در اسد 92 ما کار خود با تلویزیون طلوع آغاز کردم و در ابتدا قرار بود در طول نیوز کار کنم، فعالیت داشته باشم. خوب. ولی تغییراتی پیش آمد و باعث شد که این تغییرات ما بیایم در طلوع کار کنم نه طلوع نیوز. درست. و بعد از اینکه ما آمدم، اولین مسابقاتی که ما داشتیم مسابقات اودی کپ بود که دو مسابقه بود، یاد صمیم رهنوردم بخیر که دیگه نیست، ما و صمیم همزمان آمدیم در طلوع. صمیم در رادیو آرمان بود ولی همزمان هر دوی ما در طلوع آمدیم و در یک شب گزارشگری فوتبال رو در طلوع شروع کردیم. من تجربه گزارش فوتبال رو داشتم، صمیم نداشت. و دو مسابقه بود، یکی لایو یکی سبتی. من لایو را انتخاب کردم. ایمل شیرزاد و اکبر توتاخیل هم بودن. من با ایمل شیرزاد گزارش کردم مشترک. او زمان مسابقات پشتو و فارسی گزارش میشد به صورت مشترک و همزمان برای یک چینل. درست. ولی از سال 2015 جدایش کردیم. درست. یعنی لمر فقط پشتو بود، طلوع فقط فارسی. و من یادم است اولین گزارشی که من در طلوع کردم، من اصلا گزارش نکردم، من فقط حرف زدم. به خاطر تفاوت لهجه، به خاطر که من نو آمده بودم، به خاطر که کسی مرا نمیشناخت. عمدی یا تو پیش آمد؟ نه، عمدی من این کار را کردم. من گزارش نکردم. درست. ولی فقط گپ زدم و معلومات دادم. درست. یعنی اینکه من از دقیقه یک تا دقیقه 90 معلومات دادم. خب. ولی معلوماتی رو دادم که برای بیننده جالب بود. درست. و بیننده خوشش آمد. اگر اشتباه نکرده باشم، فرداش مرادی صاحب همکار ما که حتما میشناسید در برنامه فرهنگ و تمدن اسلام، برام گفت که دیشب چقدر خوب و مقبول گزارش کردی. در صورتی که من اصلا گزارش نکرده بودم. و خب کار با شروع شد با طلوع. در ادامهش در همان سال افغانستان با پاکستان مسابقه داشت که شاید عکسش رو در ادامه ببینیم. عکسی که برنامه رو من اجرا کردم، گزارش نکردم. و افغانستان 3-0 پاکستان را برد. چندی بعد افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. خیلی دستاوردهای خوبی بود برام که تازه آمده بودم و در طلوع، در کابل، در بزرگترین رسانه تصویری افغانستان فعالیت داشتم. خیلی دستاوردهای خوبی بود، خاطرات خوبی بود، روزهای خوبی بود. و اینکه در ادامهش ما لیگ قهرمانان را داشتیم، مسابقات فوتبال آلمان را داشتیم، مسابقات فوتبال اسپانیا را داشتیم و بازی‌های تیم ملی فوتبال. شما به در ابتدای صحبت‌هایتان به گزارش بازی‌های تیم ملی فوتبال افغانستان اشاره کردین. من یک عبارتی را همیشه استفاده می‌کردم و می‌کنم بر تیم ملی فوتبال که دوست داشتنی‌ترین تیم ملی فوتبال جهان و این برند شد. و خیلی‌ها استفادهش می‌کردن و همچنان می‌کنن. سال 2019 هم تیم فوتسال ما، تیم ملی فوتسال ما نایب قهرمان آسیا شد. خیلی اتفاقات و خاطرات خوبی بود در کنار همکاران، در کنار دوستان و برای بینندگان ملت عزیز. درست درست درست. پس یک قسمی شروع شد. یاد همه همکارای عزیز ما بخیر که فعلا اینجا حضور ندارن در افغانستان یا هم در دفتر، اکبر جان یاد شد و ایمان. بله. سلیم جان، بسیار دوستشان داریم. درست. پس این 9 سال یا 10 سال یا هم 11 سال؟ تقریبا 10 سال. تقریبا 10 سال. چیزهای زیادی پیش آمد، برنامه های زیاد. فعلا بهترین برنامه ورزشی افغانستان، شهر ورزش. لطف محبت شما. خواهش میکنم. بیایید از دنیای ورزش افغانستان صحبت کنیم. در مورد فدراسیون میخواییم صحبت کنیم. من در اونجا هم سوالات دارم. فدراسیون فوتبال؟ بله. در مورد بازی ها هم سوالات دارم، چون بسیار هم بعضی ها خبرساز است، حتی در برنامه‌ای که شما خودتان اجرا کردید. برنامه تقریبا چالشی هست. بله، چالشی هست. ما از تقریبا 7 سال پیش شهر ورزش شروع کردیم. ولی من خودم 1.5 سال میشه که اجرا میکنم شهر ورزش، به عنوان تهیه کننده بودم در شهر ورزش. ولی در این 1.5 سالی که برنامه رو پیش میبرم، کوشش کردیم که فرمت اجرا رو تغییر بدیم. برنامه چالشی هست. درست. یعنی اینکه ما تمام سوالاتی که به ذهن ما میرسه از مسئولین پرسان میکنیم و قرار نیست در برنامه همیشه تعریف کنیم، یا اگر یک مسئول آمد در برنامه و موضوعی رو مطرح کرد، قرار نیست که من در مقابلش سکوت کنم. بله. من حتما باید سوال داشته باشم، حتما باید چالش ایجاد کنم و نکاتی را که همیشه مخاطبین ورزش دوست داشتن بشنون را کوشش کردم در این 1.5 سال حداقل به گوش مخاطب برسانم و درست. مخاطب ارتباط برقرار کنه با برنامه و مخاطب حقایق ورزش افغانستان را بیشتر پی ببره که چه هست، چه اتفاقاتی در ورزش ما رخ میده. بله، همین نکته است. مسئولین ما چه کردند که متاسفانه هیچ کاری نکردند. بله. یک نکته اساسی که هست، ببخشید من کلامتان، در طول 20 سال گذشته من همیشه در برنامه‌ام گفتم که
تمام مسئولین ورزش افغانستان سیاسی آمدن، هیچ کدامشان ورزشی نیامدن، بر اساس روابط آمدن، بر اساس روابطی که اکثریتشان روابط نزدیکی بوده با رأس قدرت. درست درست. به این دلایل آمدن، پس ورزشی نبودن. درست. و اگر کار ماندگاری میکردن حتما ما میدیدیم. هیچ کار ماندگاری وجود نداره. خب وقتی سیاسی میشه، خب بیشترین منافع دستاورد دنیای ورزش هم میره به سمت سیاست دیگه، به اونا باید فایده داشته باشه. دقیقاً. درست. به جای اینکه به خود ورزش مفید باشه، ابزاری استفاده کردن. بله، از ورزش و ورزشکار. و هیچ فقط به فکر ورزش و ورزشکار نبودن. اگر دستاوردی هم وجود داشته، حاصل تلاش خود ورزشکاران بوده و جامعه ورزش بوده و مربیان بوده. درست. هیچ وقت ما یک کار بنیادی را انجام ندادیم، هیچ وقت یک پلان بلند مدت برای ورزش افغانستان نداشتیم، هیچ وقت به فکر زیر ساخت ها نبودیم. متاسفم. و نتیجه هم نداده و همین حالا هم که میبینی ورزش ما روزهای خوبی را سپری نمیکنه. متاسفانه. این را صحبت خود کردیم، اما اگر موافق باشین وقفه بریم. یک وقفه کوتاه و پس از وقفه ما بریم. بخش بعدی من وقفه را میگم. خوب. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه استراتژی است و قیصری سپ مهمان ماست. اجازه میدین قیصری سپ انرژی بگیریم؟ بفرمایید. شما استفاده میکنین؟ من میگیرم. خیلی خوب. حامی برنامه ما هپی مسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما استفاده کنین، هم لذت داره و هم بعضی ها میگن فایده. نوبت عکساس فکر میکنم. قبل از اینکه من سوالای دیگر مطرح کنم، چند تا عکسی که در پسش بسیار چیزایی هست که گفته شده قابل تبصره هست، همکارای ما انتخاب کردن. من یک نکته بگم اگر موافقین میبینیم. من باید یک تشکری میکردم در ابتدا یا در انتها از شما، گفتم یادم نره. فکر میکنم برای اولین بار هست در رسانه های افغانستان و در یک برنامه تلویزیونی که یک مجری ورزشی یا گزارشگر ورزشی دعوت میشه. همیشه دوستان ما و دوستان ورزشی ما و خبرنگاران ورزشی این نکته رو یاد کردن که ورزش کلک ششم است و به همین صورت بوده. در رسانه هم متاسفانه به همین صورت بوده. اصلا برای موفق شدن در یک جامعه، در یک شرایطی، بیشترین بار به خود فرد است و معانی هم بسیار زیاد. این در شرایطی است که کار ورزشی یک کار کاملا تخصصی است. کاملا تخصصی و کاملا حق به طرف کسی است که باید دعوت شود، باید شنیده شود واقعا، باید شنیده نمیشه. و شما واقعا گوینده در این زمینه. خب میبینیم عکس ها را؟ عکسی که بلوز سرخ پوشیدم بازی افغانستان و پاکستان هست. درست. در روزهای نخستینی که آمده بودم. خب. و اینم برام شهر ورزش هست. یعنی عکس با فاصله چند ساله؟ 8-10 سال؟ 9 سال تا 10 سال. من که میگم هیچ دقیق نگردید. میتونم شرط بدم. این عکس از چند سال پیش است دقیق؟ این عکس از تقریبا 16 سال پیش. 16 سال پیش. مرا پیدا کنه. یک لحظه یک لحظه. این دانشگاه است. دست چپ نفر اول. بله. متاسفانه نمیفهمم میره باید بگم یا نگم، چون حتما دوستان مرا ناراحت میسازن. بگین. یک تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه آدمهای باسوادی نیستن که در رسانه حضور دارن. درست. و متاسفانه آدمهای بروزی هم نیستن. یک تعداد زیادی از همکاران ما شاید به خاطر چهره زیبا در رسانه بودن. یک تعداد زیادی از همکاران ما شاید به خاطر ارتباطاتی که داشتن در رسانه بودن. و یک تعداد زیادی هم آمدند و موقت بودند و رفتند. چون آمدن در رسانه خودش یک بخش ماجراست و ماندن در کار رسانه و در کار تصویر تعهد و مسلکی بودن یک بخش دیگری از ماجراست. متاسفانه خیلی تلاش نکردیم برای اینکه در کار رسانه باسواد شویم. و دانشگاه را حالا یک لینک بدیم، یک ارتباط بدیم به دانشگاه. من فکر می‌کنم 4 سالی که من در درس خواندم سال‌های خوبی بود و به من راه و مسیر درست زندگی کردن را، بهتر زندگی کردن را نشان داد. درست. ایره حتما صحبت خود کردیم که شما اهل مطالعه هم هستین کم و بیش. اوکی. خب عکس بعدی. این برنامه 18 قدم هرات است. خب. و این آقای معین حامدی است و برنامه وقتی است که تیم طوفان حریرود برای اولین بار قهرمان لیگ برتر افغانستان. درست. شده بود. درست. من فصل درست. اول لیگ برتر در هرات بودم و آقای حامدی رو دعوت کرده بودم. برنامه فوق العاده خوبی بود. ما پکیج داشتیم، در همون زمان مصاحبه‌های تلفنی داشتیم، مهمان داشتیم، چالش داشتیم، تهدید حتی من شدم. خب
در همی زمینه در اینجا؟ بله در فوتبال هرات. شناختن کی بود؟ چرا؟ بله مستقیم با من صحبت کردن به خاطر که من نقد کرده بودم و شاید بر نمیتابیدن نقد را. درست است. این غیر قابل هضم است برای آدمایی که بسیار خرد هستن. و دوست ما فعلا فکر میکنم کانادا هستن. کسی که من تهدید کرد. خب من چیز نمیگم چون کانادا است. خب عکس بعدی. وا این چقدر زیبا. و سال 2011 هست. ما یک ورکشاپ بود برای مدت 2 ماه از طرف اداره خدمات ملکی افغانستان و عنوان ورکشاپ هم مدیریت عمومی جدید بود که 10 نفر از هرات کامیاب شدن و 12 نفر از کابل. خب و پرواز ما هم از هرات تنظیم شد و ما رفتیم ابوظبی و از ابوظبی رفتیم ایتالیا و مدت 2 ماه در ایتالیا درس خواندم. خب خیلی خوب. و روزی که ورکشاپ افتتاح می شد روزی بود که اینتر میلان در شهر روم و در ورزشگاه المپیکو با آس روم مسابقه داشت. و من هم علاقمند فوتبال بودم و خب مسابقات فوتبال و بازی های فوتبال و نتایجش را دنبال میکردم. درست. و نکته جالب این هست که محلی که وزارت خارجه ایتالیا اونجا قرار داشت شاید در فاصله 100 متری استادیوم المپیکو بود. خب و تمام بسیار نزدیک بود و تمام دوستان من یادشان بخیر، یک تعدادشان کابل هستن، یک تعدادشان خارج از افغانستان هستند، ولی حتما روز افتتاحیه رو به خاطر میارم که آقای سبا والی هرات هم بود، وزیر خارجه ایتالیا هم بود. درست. تمام دوستان ما تمام فکرشان این بود که مراسم افتتاحیه این ورکشاپ به خوبی برگزار شود و تمام فکر و ذهن من این بود که ورکشاپ خلاص شود، افتتاحیهش خلاص شود، من برم مسابقه فوتبال رو ببینم. جالب. و رفتم مسابقه فوتبال رو دیدم. دو تونستین ببینین؟ بله رسیدیم. نیم ساعت از مسابقه تیر شده بود. خب بعد تکت جام حذفی بود، تکتش هم 22 یورو بود. ما که رفتیم پیش دروازه ورزشگاه یک فاصله دور گفتن برین از اونجا تکت بگیرین. رفتیم تکت گرفتیم، پس اومدیم به حال بازی رو دیدیم. درست. و یک همکار ایتالیایی به نام آندرا آمیچی که مسئول تیم بود متوجه شد که من علاقه‌مند فوتبال هستم و گزارشگر فوتبال هستم و آندرا آمیچی برام گفت که برای من میگفتی که من این مسابقه رو برای کل شما تنظیم میکردم. گفتم درست. ما یک شهر دیگه رفتیم به نام ناپولی و ناپولی هم یک استیمای خوب ایتالیا است. برایش گفتم اینجا ناپولی و اینتر مسابقه دارن و باز اون شخص برای ما مسابقه رو تنظیم کرد و تمام 22 نفر VIP مهمان شدیم و رفتیم مسابقه رو از جایگاه دیدیم. خواه. از لوژ دیدیم. درست. و نکته جالب این هست که همین موضوعی که شما اشاره کردین، من به همکارانم در ایران گفتم که مسابقه رو از یکی از شبکه‌های خارجی بگیرن و باز با ما تماس گرفتن و من مسابقه رو از ورزشگاه گزارش کردم، بازی ناپولی و اینتر سال 2011. خب حتما در تلفن گزارش کردین؟ در تلفن گزارش کردم. جالب. چون هیچ امکان دیگه‌ای در اون سال‌ها وجود نداشت. درست. بسیار عالی. عکس بعدی. واه. این مقر نخست وزیر انگلستان هست، ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ در لندن. لندن. سال 2014 یک سفر داشتیم به انگلیس و این عکس در مقابل درب دفتر نخست وزیر انگلستان گرفته شد که بسیار. ما هم لندن بودیم، هم منچستر بودیم، از طرف اتحادیه فوتبال انگلستان و خود دولت انگلستان دعوت شده بودیم. این سفر چند روزه بود؟ سفر 10 روزه بود. 10 روزه بود. بله. درست. خیلی خوب. عکس بعدی رو می‌بینیم. بله. توضیح بدم؟ حتما توضیح بدین. پدرم هستن. بسیار خوب. سر استیج. بله. دو بار از طرف فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان جشنواره‌ای برگزار شد که بهترین های ورزش انتخاب می‌کردن. سال 2016 و سال 2018. سال 2018 سال 2016 من بهترین مجری ورزشی افغانستان شدم و سال 2018 بهترین گزارشگر ورزشی افغانستان. ببخشید که من نگفتم در اول برنامه، باید میگفتم بهترین گزارشگر ورزشی افغانستان. و پروگرام به میزبانی هرات برگزار شد سال 2018 و فامیل من و خانواده من هرات بودن. و من یک هفته با خودم فکر میکردم که اگر من انتخاب شدم من چه کار میتونم بکنم. و شبی که پروگرام برگزار میشد ما پدر خود دعوت کردم، آمدن بودن و زمانی که نامه گرفته شد و من انتخاب شدم، من تصمیمی که گرفته بودم بعد از یک هفته فکر اونجا اعلام کردم. من تندیسی که گرفته بودم او را پدر خود دعوت کردم، آمدند
روی استیج و تقدیمشان کردم. پدر کی یک وقت علاقه نداشت فوتبال ببینه؟ یک وقت علاقه نداشت ولی خیلی برای ما تلاش کرد و کوشش کرد و زحمت کشید. و فکر میکنم که نیاز بود که باید این کارو میکردم، هرچند که شاید نتونیم که زحمات پدر و مادران خود جبران کنیم، ولی واقعا نمیشه اصلا. باز هم کار کوچکی بود که میتونستم انجام بدم. من از شما تشکر میکنم. خیلی عالی است. عکس بعدی. و همیشه دستبوس شان هستم. این اتاق گزارش لیگ برتر فوتبال افغانستان هست. 9 فصل من اینجا بودم و از همین اتاق گزارش کردم. کامنتری میکردین؟ کامنتری باکس اتاق گزارشگاه هست. درست. مسابقات لیگ برتر تقریبا 8 فاینال لیگ برتر گزارش شده. بازی افغانستان و فلسطین اینجا گزارش کردم و مسابقات متعدد فوتبال کشور. درست. عکس بعدی. این هم تیم مووی گروپ ما هست که من به عنوان کپتان فعالیت میکنم و فعالیت میکردم. تیم ما سوم شد. بله. این مل شیرزاد، امان الله قیصاری، سمیم رهنورد همه تانو دوست یاد هر دویشان بخیر سلامت باشین. هم مل شیرزاد که هست و هم سمیم رهنورد که فعلا نیست. سمیم در تمام این سالها بهترین دوست ما در موبی بود و در طولو بود. ما هر خود باش جدا از یکی دیگه تو میپرسیدیم کجا حالا جدا از بحث تلویزیون کار رسانه بهترین رفیقم هست و همیشه شاید دلتنگش میشم ولی خب به حال جبر روزگار هست. و یک نکته ما باید تشکری کنم و دست تمامی همکاران خود به گرمی بفشارم. بینندگان هیچ وقت نمیتونن که اونا رو ببینند، فضا مهیا نیست برای دیدنشان. کسانی که پشت این کامره ها کار میکنن، کسانی که همین لحظه هستن اینجا به تعداد زیاد، کسانی که در اتاق فرمان هستند، کسانی که اتاق فکر برنامه ها را تشکیل میدن و همیشه تلاش کردن که برنامه های با کیفیتی را ما بسازیم. و ما یک تیم فوق العاده مسلکی و حرفه ای داریم که این تیم اگر نمی بود شما شک. که در جریان هستیم بدون شک برنامه‌های با کیفیتی هم ارائه نمی‌شد در طول این سال‌ها، حداقل برنامه‌های ورزشی لیگ برتر، شب نبرد و سایر برنامه‌های ورزشی. جدن حتما ما باید مدیری دعوت کنیم تا یاد از همکارایی که پشت صحنه هستن شوه. حتما بسیار تشکر می‌کنم. این عکس مربوط میشه به سال 2017 و ورزشگاه پامیر شهر دوشنبه تاجیکستان. من افتخار را داشتم که مسابقات تیم ملی را از دوشنبه تاجیکستان هم گزارش کردیم. بازی افغانستان و اردن بود که 3-3 مساوی شد. ناصر صدیقی عزیز، همکار خوب ما، این کشور لاوس هست. خب ما یک سفر 23 روزه داشتیم. در اکثر سفرهایی که من داشتم ناصر همراه و رفیق ما بوده. درست. و ما هم انگلیس رفتیم، پاکستان رفتیم. این سفری که 23 روزه بود ما بحرین رفتیم، لاوس رفتیم، کمبودیا رفتیم، بنگلادش رفتیم، ایران رفتیم، قطر رفتیم. با هم و چند مستند به نام سفر فوتبالی هم ساختیم. هرچند دوستان دیگری هم بودن که همراهشان سفر کردم. درست. ناصر جانم مثل شما مقبول است. شما دو همکار ناصر نه ناصر از من مقبول نیستم. ناصر واقعا مقبول هست. شما هم مقبول هستید و واقعا در کارش هم حرفه‌ای است ناصر و سایر دوستانی که همراهشان کار کردم. حال نام نمیگیریم به خاطر اینکه من میترسم فراموش کنم. بله این اصلا بسیار سفرهای خوبی داشتیم و بسیار برنامه‌های خوبی را ما تونستیم تولید کنیم. ما تاجیکستان هم با هم رفتیم و اگر سفرهای فوتبالی رو ندیدین حتما ببینین. سفرهای فوتبالی جالبه که جدا از بحث فوتبال کوشش کردیم که در رابطه با فرهنگ و در رابطه با آداب و رسوم کشورهای مختلفی هم که سفر کردیم برای بینندگان معلومات بدیم در قالب یک برنامه ورزشی یا یک مستند ورزشی. بله من اینجا پرسشم دارم اما فکر کنم بعد از وقفه باید مطرح کنم. من وقفه رو بگم بفهمید. وقفه سرسی خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر از دعوتتون. امین نکته ای که در مورد فرهنگ گفتین، تجربه شما در سفرهای خارجی و دنیای ورزش، فرهنگ های خاصی بر ورزش هم تاثیر داره، بر رشد ورزش خصوصا در افغانستان هم در کشورهای دیگه هم. تجربه شما نسبت به افغانستان و دیگه در مقایسه چیست؟ فرهنگ ما کمک میکنه بر رشد ورزش ما یا نه؟ ممکن کشورهایی باشه که فرهنگشون و ساختار فرهنگیشون یا مو باز بودن فضایشان کمک میکنه برای رشد ورزش. خیلی از کشورها ورزش یک قسمتی از فرهنگشان هست. درست. ولی در کشور ما متاسفانه به این صورت نیست. کنده است. بله بسیار جدا هستیم از فرهنگ. یعنی که مرکز نیست یا در تقابل با هم دیگر قرار میگیرن.
مثلا ما کمبودیا که رفته بودیم فوق العاده حامی تیمشان بودن. چرا؟ دلیلش این است که ورزش و ورزشکار نمایندهشان هست در یک رویداد بین المللی. درست. و هر چقدر که بهتر بتانند که ورزش و ورزشکار خود را حمایت کنند و هر چقدر که بهتر بتانند شرایط ورزش و ورزشکار خود را آماده بسازند برای مسابقات بین المللی، حتما او ورزشکاران نتایج بهتری را میگیرند. و ما همیشه گفتیم که ورزشکاران سفیران صلح هستند. هیچ وقت نتونستیم از این سفیران صلح به درستی استفاده کنیم. هیچ وقت نتونستیم از ابزار پرقدرتی به نام ورزش به درستی استفاده کنیم. درست. هیچ وقت نتونستیم با ورزش در میادین بین المللی از نام افغانستان درست دفاع کنیم. درست. چون دلایل شاید یکیش ضعف مدیریتی باشد. کارشناس خوب ورزشی در افغانستان داریم؟ داریم. کم زیاد؟ خوب. کم. خیلی کم. انگشت شمار. مسلکی تر. انگشت شمار داریم. من از شما خواهش میکنم که یکی دو تایشان رو دعوت کنین. حتما. مثل آقای وحید رمدل. حتما. حتما دعوتشان کنین. حتما. و فوق العاده آدم با سواد و آدم با معلوماتی هستند و فوق العاده آدم کاریزمایی هستند. من متاثر میشم و علاقمند هستم که گفتگو کنم. وعده است. در مورد ورزشکارای افغانستان، بهترین ورزشکارای افغانستان خصوصا در عرصه فوتبال، میخواین کسایی را قضاوت کنین یا انتخاب کنین؟ مشکل اساسی است که ما فوتبال داخلی نداریم. یعنی لیگ داخلی حرفه‌ای نداریم. و ورزشکارانی که در فوتبال ما، ترکیب تیم ملی فوتبال ما در حال حاضر متشکل از بازیکنانی هست که در خارج از افغانستان فعالیت میکنند. حتما بازیکنان و استعدادهای در داخل افغانستان بودند که با توجه به اینکه برشون توجه نشده و نگاهی به سمتشان نبوده، متاسفانه نتانستند در سطح اول فوتبال افغانستان حضور داشته باشند. بله، ما به دلایل امنیتی هیچ وقت شاهد حضور مستمر و دوامدار مسئولین تیم ملی فوتبال، مشخصا سرمربی تیم ملی فوتبال در افغانستان نبودیم. هیچ وقت بازی این بازیکنان را از نزدیک ندیدن. متاسفانه هیچ وقت به فوتبال داخلی ما توجه نشده. دلایل زیادی هم وجود داشته و داره. محبوب ترین هایی که مردم زیاد انتخاب، به نظر محبوب ترین با توجه به تمام حاشیه هایی که داشته، اسلام الدین امیری بوده. خب فوق العاده بازیکن پرحاشیه‌ای بود. این سال آرام شده. این سال آرام شد. و کپتان محبوبی هم بود. سال 2013 با افغانستان قهرمان جنوب آسیا هم شد. ولی بعدش به یک مشکل خورد که از تیم ملی خدافظی کرد. چند سالی نبود. مجددا پس آمد. بازیکن فوق العاده خوبی هست. درست. آله خود شما رابطه‌تون با علاقمندای خودتون چطور است؟ رابطه‌ام با علاقمندای، یعنی برتون کامنت میکنن، زنگ میزنن، بیرون میبینن، عکس میگیرن که تا یا گاهی وقتا هم شده مثل که مجری ها یا ورزشکار های بیرونی محبوبیتشان در بین مردمشان امضا میگیره ازشان، این تو چیزه ایه؟ برام پیش آمده. پیش آمده. برام پیش آمده. و نکته جالبش این است که ما سال 2015 که با ناصر جان سفر داشتیم به کشور ایران، چون یک تعداد زیادی از مهاجرین افغان در کشور ایران زندگی میکنند و خب ما بیرون میرفتیم برای کار، برای تصویر برداری و سایر موضوعات، تهیه گزارش. اونجا من استقبال خوبی را دیدم از مهاجرین. درست. من به خاطر پرسان کردم که یکی از دوستای بسیار خوبم چند وقتی پیش من یاد کردم از شما، دو سال سه سال پیش، گفت که قصری سپه هست میبینی؟ گفتم بله میبینم. گفت میبینیش؟ گفتم بله. هر وقتم میبینم آله برش مصابت میکنم میبینم اینجا هستن. اونا خیلی شما را دوست دارن. سلامت باشید. و مطمئن هستم که بسیاری هستن که حتی شما را از نزدیک ندیدن، روی پرده دیدن. به کار ما را سخت میکنم. بحث جدیتر اگر بکنیم، من فکر میکنم که هر اندازه که ارتباط نزدیکتر باشه با بیننده و مخاطب، به همون اندازه مسئولیت سنگین تری میباشه و باید بیشتر تلاش کنی که بتونی همون ارتباط حفظ کنی، همون کیفیت حفظ کنی و همون صداقت را داشته باشی برای بیان موضوعات و در کلامت باید صداقت به حال دیده شود که اگر دیده نشد، به همون اندازه میگن، به همون اندازه که یک نفر میتونه عاشق تو باشه، به همون اندازه احتمال تنفر اون نفر هم از تو وجود داره. بله. یعنی در کوچکترین کار و در کوچکترین موضوع هم میتونن که همه چیز به یک بار تغییر کنه. به یک بار تغییر کنه. ریسک داره. به این دقت من اگر نده بودم متوجه باشه. عالی است. خب کتاب مطالعه میکنین؟ کدام کتاب با این روزا مطالعه؟ این روزا مطالعه نمیکنم. نمیکنین؟ نه. پیرمرد دریا از ارنست همینگوی گفتم بخونم.
ذهنم کار نمیکنه. ولی از گابریل گارسیا مارکز خب مثلا 100 سال تنهاییش خواندم. 100 سال تنهایی عجب بسیار کتاب خوب است. آنا کارینا رو خواندم خب که دو جلد داره. کتابای هر کتابی که بتونم کوری رو خواندم از سارامگانو. کتابای مهمتری درست. که درست خواندم اینا بوده. از سالهای پیش اهل مطالعه هستین؟ کوشش کردم. من شعر میخوانم ولی شعر زیاد در ذهنم نمیمونه، یعنی نمیتونم خوب حفظ کنم ولی شعر زیاد میخوانم. خب و همین کتابایی که گفتین هم با ولی فیلم زیاد میبینم. فیلم زیاد میبینم. صحبت میکنیم حتما. خب نوبت وقفه است. شما فرمایید. وقفه. بسیار خوش آمدین. من از طرف قیصری صدا میگم. قیصری صدا به نام میشینن یک دو نفر از دو طرف مهمان میکنن، کسایی که در مورد اتفاقات ورزشی قضاوت های مخالف متضاد دارن یا دیدگاه متفاوت دارن، بعد خودش راحت تقسیم میشینه. چی شده؟ خب وقت برای من این ماره که من صحبت کنم. خوب است بسیار خوب است که مشخص شود برای بیننده که چه اتفاقاتی در ورزش ما در حال رخ دادن هست. و یک کار مشکل هست که همزمان 4-5 نفر را بخوایی، ولی خب تلاش میکنیم که یه اتفاق رخ بده و باز قضاوت را هم میمانیم برای بیننده. و یک نکته یادم نره، در طول این سالها من تلاش کردم که تخصصی تر کار کنم. من همیشه اعتقادم بر این بوده که اگر در رسانه هم هستی، اگر قرار است که در بخش ورزشی کار کنی، فقط باید در بخش ورزشی کار کنی. و اگر در بخش ورزشی هم هستی، حتی باز هم میتونی انتخاب داشته باشی، فوتبال، کرکت، تکواندو. و اگر قرار است در بخش اجتماعی کار کنی، فقط در بخش اجتماعی کار کنی. من مثلا نمیتونم و هیچ وقتی برام قابل هضم نبوده که چطور مثلا یک نطاق اجتماعی میره یک برنامه متفاوت را اجرا میکنه. بله. یا یک حتی همکاران ما یک همکار ورزشی مثلا میره یک برنامه دیگر را اجرا میکنه. هیچ وقت با این نکته موافق نبودم، به این خاطر که باز چند شخصیتی میشی پیش درسته. بیننده و بیننده نمیتونه که با تو ارتباط برقرار کنه. من 1000% موافقم با شما، همین قسم باید باشه و این تعهد ما رو به مسلک ما و به کار ما و بیشتر از همه مخاطب ما نشون میده که ما چقدر صادق هستیم. خب در مورد فیلم بگین. فیلم این روزا آخرین فیلمی که دیدین؟ آخرین فیلمی که دیدم پرفیوم بود، عطر. خوب بود. چی میگو؟ یک فیلم فرانسوی بود. آه بله. در رابطه با فکر میکنم سال 2019 بوده. نه یک کمی قدیمی تر بود. آها خب. یک فیلمی بود که مربوط میشد به قرن 18 میلادی. و در رابطه با یک شخصی بود که حس بویش بسیار قوی بود. و او میخواست یک عطری را بسازه که یک عطر ماندگار باشه. خب فقط اون میتونست این کارو بکنه. کیها رو میپسندین اصلا؟ انتخاب دارین در دنیای سینما؟ در دنیای سینما مثلا اگر من قرار باشه انتخاب کنم، فیلم های خوبی که دیدم پدرخوانده بوده. یک و دوش بسیار خوب بود، سهش اوقنه و رفقای خوب، فارست گامپ، فیلم های تقریبا کلاسیک تر رو میپسندم. خب اوقات فراغات فیلم میبینیم؟ رابرت دنیرو، آلپاچینو، مارلون براندو. بله اینها. هیت لیجر، من خیلی اینا رو دوست دارم. اوقات فراغت غیر از فیلم چیزی دیگه هم هست؟ موسیقی میشنوید؟ خیلی کمتر میرزا. نه این روزا نه، موسیقی اصلا رابطتون موسیقی با موسیقی خوب است؟ موسیقی که با شعر علاقه دارن، یک قسمی با موسیقی هم بس هستن. من موسیقی های بی کلام بیشتر از اینیو موریکونه او را بیشتر میپسندم. خب. و از داخلی هم از امیر جان صبوری. عجب جدایی. اوی خیره. من یک فیلم دیگه هم یادم رفت، اگر ندیدین حتما ببینید، سینما پارادیسو. خب من ندیدیم. یک فیلم ایتالیایی از جوزپ تورناتوره. چقدر مسلکی، چقدر عالی. آشپزی؟ نه استاد، صفر هستم در آشپزی. صفر؟ وقت نمیشه و هیچ وقتم علاقه مندی نداشتم. من در سالهایی که در دانشگاه بودم و تنها بودم در ایران و یک چند وقتی هم در کابل تنها بودم، هیچ وقت علاقه به آشپزی نداشتم. نداشتین؟ نه. و حوصله‌اش نداشتم. به غذا که علاقه دارین؟ به غذا خوب است، ارتباطم با غذا بد نیست. ارتباطم با غذا خوب است. غذای انتخاب شده هم دارین که تقریب کنین میشه بخواین بخورین؟ دیگه فکر میکنم کباب. واه. کباب سفید.
این راز زیبایی قیصری سبه است، راز جوان ماندن. من اطمینان میتونم 2031 2041 هم قیصری سبه میخواد خود بود. سلامت باشید. 2021 است این برنامه میمونه. هیچ کس در هیچ برنامه قدر از من تعریف نکرده بود. من متاثر هستم. من مثل که پیشتر پرسیدم که رابطیتون با علاقمندتون چطور است؟ خوب علاقمند هستم دیگه. سلامت باشید. من یگانه اجرای خوبی که آره نگویم که در مورد کل طلوع قضاوت میکنم، این خدا دوست دیگه من خفه نسازم، ولی یگانه اجرای خوبی که بر من جالب است از شماست. زنده باشین، شما را دوست داریم. و من میخوایم یگانه توصیفش بکنم که چطور توصیف بکنم، که مثلا شما چطور اجرا میکنین. گاهی وقتا میگم پخته، گاهی وقتا میگم پر، گاهی وقتا میگم فست، گاهی وقتا میگم خب. منظور من میفهمین که چی میگم دیگه، درسته؟ بله دقیقاً. فکر میکنم بر اثر تلاشی که وجود داشته و با تجربه‌ای که در این سال‌ها به دست اومده در نهایت به چنین جایی رسیدیم، هرچند که شما لطف دارین. خواهش می‌کنم. بسیار محبت می‌کنه. خواهش می‌کنم. در یک کلمه از گذشته‌تون خیلی راضی هستین یا فقط راضی؟ از گذشته‌م از همیش، از همیش. از 35 سالی که داشتم راضی هستم. راضی هستین. راضی هستم. خیلی شنا گفتین. خیلی نه، چون شاید بتونم روزهای خوبتری برای خودم بسازم. درست. حتما شک نیست. میخواین چطور گنده داشته باشین؟ من میخوام همچنان در کار رسانه باشم. امیدوارم که شرایطش در داخل افغانستان همچنان وجود داشته باشه. من امیدوارم و کار کنم در رسانه، چون حالا یک تجربه هم کسب کردیم، یک ارتباطی هم برقرار شده و به نظرم میتونیم تاثیرگذار باشیم. من شما و سایر دوستانی که در کار رسانه هستیم، امیدوارم که بتونیم کار رسانه را ادامه بدیم. درست. و دوست دارم که در همین کار تلویزیون، کار رسانه، کار ورزشی همچنان حضور داشته باشم. درست. ما با سمیم جان دیروز صحبت میکردم، به شما دعا میکردن. سمیم رهنورد. بله. انشالله قبول باشه. بسیار تشکر قیصری. سلامت باشین. تشکر از شما. چیزی بگوین از اینکه در برنامه سراچه بودین. حس خوبی دارین. سلامت باشین. بسیار برنامه خوب بود. من بسیار لذت بردم از هم صحبتی با شما و از هم کلامی با شما. و باز هم با افتخار مقابل مخاطب، شکر خدا این فرصت مهیا شد در برنامه دیگر حضور داشته باشم. تقریبا برنامه متفاوتی بود، حتما برنامه متفاوت بود. تشکر از شما و انشاءالله که بتانیم همچنان ادامه بدیم. لطف میکنید. ما بسیار لذت بردیم. بسیار تشکر. سلامت باش. از شما تشکری میکنم دوست عزیز. از همکارای تکنیکی خود هم یک عالم سپاس. برنامه طول رو ببینین. تا هفته بعد خدا نگهدار.